برای درمان پروستات بزرگ شده و برای سلامت پروستات لازمه چه چیزهایی خورده بشه؟ دوستان عزیز سلام، به کانال کپسول خوش اومدید. این یک کانال پزشکی و سلامتیه با استفاده از بهترین مقالات و نتیجه های پزشکی سراسر دنیا برای شما عزیزان تهیه شده. اگر از کانال کپسول راضی هستین و ویدیوهای ما رو دوست دارید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و ویدیوهای ما رو لایک بکنید. پروستات، غده‌ای برای سلامت سیستم تناسلی یک مرد بسیار هم ضروریه، هرچند که هر مردی نمیدونه که پروستات چه کاری انجام میده. غده پروستات تغذیه و حفاظت برای سلول‌های اسپرم فراهم میکنه. بدون غده پروستات یک مرد توانایی تولید مثل نداره و همچنین یک بخش آسیب‌پذیر از بدن مرد و نسبت به مشکلات سلامتی مختلف حساسه. با توجه به راهنمای سلامت پروستات، بیش از 30 میلیون مرد در جهان از بیماری‌های پروستات رنج می‌برن و هر سال 220 هزار مرد مبتلا به سرطان پروستات تشخیص داده می‌شن. برای یک مرد حمایت از سلامت پروستات بسیار مهمه. بیماری‌های پروستات به طور منفی بر کیفیت زندگی یک مرد تأثیر می‌ذارن و گاهی اوقات می‌تونن کشنده باشن. مکمل ها و ویتامین ها چطور میتونن از سلامت پروستات پشتیبانی کنن؟ سلامت پروستات میتونه توسط مصرف مکمل ها پشتیبانی و محافظت بشه و در نهایت به سلامت بهتر، طول عمر و کیفیت زندگی منجر بشه. مکمل هایی که در موردشون صحبت خواهیم کرد همگی از سلامت پروستات حمایت کرده و از برخی مشکلات عمده سلامت پروستات جلوگیری و اونها رو درمان می کنن. همچنین مزایای اضافی نیز از این مکمل ها به دست میاریم. پس از 40 سالگی پروستات یک مرد شروع به تغییر و رشد می کنه و اون رو در معرض خطر بسیاری از بیماری های رایج پروستات قرار میده. مصرف مکمل های پروستات میتونه به جلوگیری از بروز این مشکلات بالقوه در سن پیری کمک کنه و همچنین در صورت بروز این مشکلات اونها رو درمان کنه. غده پروستات مرد ممکنه قربانی بیماری های مختلف پروستات بشه. برخی از بیماری ها ممکنه سلامت روانی یا کیفیت زندگی یک مرد رو کاهش بده و همه اونها سلامت جسمی مرد رو تضعیف می کنن. مصرف مکمل های قوی و همچنین ویتامین های مورد نیاز برای سلامت پروستات از سه راه مختلف برای یک مرد مفیده. اونها می تونن از ایجاد بیماری های پروستات جلوگیری کنن. همچنین میتونن بیماری فعلی پروستات رو درمان کنن و همچنین اونها میتونن سلامت کلی، جنسی و باروری رو بهبود ببخشن. از جمله بیماری‌های رایج پروستات که مردان در سراسر جهان از اون رنج میبرن: بزرگ شدن پروستات یا BPH، بزرگ شدن پروستات هیپرپلازی خوشخیم پروستات یا BPH نامیده میشه. بزرگ شدن پروستات رایج‌ترین بیماری در میان مردان بالای 50 ساله و نیمی از مردان بین سنین 50 و 60 دچار این مشکل میشن. این عارضه سلامتی متداول به تغییرات هورمونی وابسته به سن مرتبطه. علائم با سختی در ادرار کردن شروع شده و به نیاز فوری و مکرر برای ادرار تبدیل میشه و در نهایت به تخلیه ناقص مثانه منجر میشه. عوامل خطر اصلی BPH سن و داشتن اضافه وزن یا چاق بودنه. مکمل ها میتونن علائم بزرگ شدن رو درمان کرده و احتمالاً عواقبش رو معکوس کنن و همچنین عوامل خطر قابل کنترل رو کاهش بدن. مورد بعدی سرطان پروستاته. رایج‌ترین شکل سرطان در مردان سرطان پروستاته. تنها در ایالات متحده تقریبا 2 میلیون و 800 هزار مرد با سرطان پروستات زندگی میکنن و هر سال 30 هزار مرد به خاطر این مریضی جانشون رو از دست میدن. برخی از بزرگترین عوامل خطر عبارتند از سن بالا، ژنتیک و رژیم غذایی. مکمل ها و ویتامین ها میتونن با پرداختن به عوامل خطر رژیمی به پیشگیری از این سرطان کمک کنند و همچنین میتونن به درمان علائم پروستات یاری برسونند. مورد بعدی پروستاتیت. پروستاتیت شایع ترین بیماری پروستاته که مردان زیر 50 سال رو نیز تحت تاثیر قرار میده و التهاب غده پروستاته. این التهاب معمولا توسط یک عفونت ایجاد میشه.
این تورم غده پروستات علائمی مثل درد در قسمت تحتانی شکم، مثانه، کمر، راست روده، بیزه، کشاله ران و غیره ایجاد میکنه. همچنین ممکنه باعث الگوهای غیر طبیعی ادرار، لرز، خستگی و یا تب بشه. عوامل خطر عبارتند از داشتن یک عفونت در مثانه یا پیشابراه، کم آبی بدن، داشتن رابطه جنسی محافظت نشده و غیره. میرسیم به بهترین مکمل ها و ویتامین های مورد نیاز برای کوچک کردن و همچنین محافظت و درمان از بیماری های پروستات. مورد اول، لیکوپن. لیکوپن عمدتاً برای جلوگیری و درمان سرطان پروستات به کار میره. لیکوپن با مهار کردن تظاهر گیرنده های آندروژن در سلول های سرطان پروستات اون رو درمان میکنه. همچنین میتونه از سلامت پروستات حمایت کنه، از سخت شدن شریان ها جلوگیری کنه، باعث جلوگیری از دیابت میشه و همچنین از پوکی استخوان جلوگیری میکنه. لیکوپن یک آنتی اکسیدان قویه و سلامت کل بدن رو بهبود میبخشه. گوجه فرنگی حاوی مقادیر بسیار زیادی از لیکوپنه. اگر شما میخواین به بهترین شکل ممکن از پروستات خودتون محافظت بکنید و اون رو از بیماری هایی در سنین بالا جلوگیری بکنید، حتما مصرف گوجه فرنگی رو در رژیم غذاییتون بگنجونید. ویتامین سی. ویتامین سی جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها برای درمان پروستاتیته. اون در دوزهای بالا میتونه عفونت ها رو بدون کشتن باکتری های سالمی که بدنتون نیاز داره درمان کنه. ویتامین سی همچنین یک حامی قوی برای سیستم ایمنی بدنه و به مبارزه با عفونت های احتمالی که میتونه باعث پروستاتیت بشه کمک بکنه. ویتامین سی به جلوگیری از ایجاد پروستاتیت و BPH کمک میکنه و این به این معنیه که این ویتامین سه مورد از مضرترین و رایج‌ترین بیماری های پروستات رو هدف قرار میده. ویتامین سی رو شما میتونید به عنوان یک مکمل به شکل قرص یا کپسول مصرف بکنید. از اونجایی که ویتامین سی محلول در آب، در هر زمانی از روز با غذا یا بدون غذا میشه مصرفش کرد. ویتامین سی در مولتی ویتامین ها و همچنین بسیاری محصولات سلامتی دیگه یافت میشه. زینک یا روی. روی یک ماده معدنی ضروری برای سلامت پروستاته، چون از تمامیت کروموزوم حمایت میکنه. سطوح پایین زینک در بدن میتونه به بزرگ شدن پروستات منجر بشه. این به این معناست که مصرف مکمل زینک میتونه از BPH جلوگیری کرده و اون رو درمان بکنه. زینک همچنین در پیشگیری و درمان پروستاتیت نیز مؤثره. هنگامی که یک مرد پروستاتیت داره، سطوح زینک در پروستات اون به کمتر از 1/10 سطوح زینک مطلوب کاهش پیدا میکنه. زینک برای افراد مبتلا به پروستاتیت به علت کاهش نسبی اون ضروریه. زینک زمانی که 1 الی 2 ساعت قبل از یک وعده غذایی مصرف بشه مؤثرتره، چون این زمان مناسب برای بدن به منظور جذب زینکه. اگه معده حساسی دارید میتونید اون رو با وعده های غذایی مصرف کنید. مورد بعدی، ویتامین B6. این ویتامین کاتالیت جهانی نامیده میشه، چون عمل کرده تقریبا تمام مواد مغذی دیگر رو بهبود میده. ویتامین B6 سطوح پرولاکتین رو نیز در بدن کاهش میده. این ویتامین برای پروستات خیلی مفیده. همچنین میتونه علائم BPH و پروستاتیت رو درمان کنه، دفع ادرار رو آسان‌تر میکنه و از تورم پروستات جلوگیری میکنه. مورد بعدی، پودر سیر. پودر سیر حاوی ماده‌ای به اسم آلیسین هست که در سیر تازه وجود نداره. آلیسین یک ماده دارویی فعال در سیر خرد شده و پودر سیره و مسئول خواص ضد باکتری اونه. آلیسین در پودر سیر به پیشگیری و درمان پروستاتیت و BPH کمک میکنه. پودر سیر رو میتونید به شکل پودر، قرص و کپسول مصرف کنید. همچنین در هر زمانی از روز با غذا یا بدون غذا مصرف کنید. خوراک ماهی سالمون. اومگا 3 از دیگر ویتامین های مفید برای پروستاته. اگر اون رو در رژیم غذاییتون به مصرف برسونید میتونید از بزرگ شدن غده پروستات پیشگیری کنید. همچنین وزن شما رو متناسب و متعادل نگه میداره. این ویتامین رو میتونید در ماهی های سالمون یافت بکنید. ویتامین دی. نقش ویتامین دی در پروستات مردان.
ویتامین دی جز ویتامین‌های مفید برای پروستات و طبق آمار مردانی که با کمبود ویتامین دی در بدن مواجه هستند نسبت به سایرین بیشتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات قرار می‌گیرند. مردم به دلیل اینکه کمتر در معرض نور آفتاب قرار می‌گیرند به مراتب با کمبود این ویتامین مواجه هستند. از مواد غذایی که دارای ویتامین دی هستند در برنامه غذایتون مصرف کنید. این ویتامین‌ها همچنین در شیر، ماهی، تخم مرغ، قارچ و روغن ماهی یافت شده و در صورت امکان روزانه نیم ساعت در هوایی که آفتابیه به پیاده روی بپردازید. نقش ویتامین ای در پروستات. تحقیقات بیشماری نشون دادن که ویتامین ای تأثیر شگرفی در پیشگیری و مقابله با سلول‌های سرطانی پروستات داره. از این رو همواره پزشکان و مشاوران توصیه‌هایی درباره استفاده از ویتامین ای دارند. شاید بهتره در رژیم غذایتون موادی رو بگنجونید که سرشار از ویتامین ای باشه. برای مثال چای سبز، انار و آب انار، سیر، پیاز و موسیر، گوجه فرنگی، سس و روب اون، گل کلم، بروکلی و ماهی‌های چرب مثل آزاد و ساردین. اگر با استفاده از مواد غذایی که نام بردیم ویتامین ای بدن شما تامین نشد، باید حتما به پزشک مراجعه کنید و آزمایش بدید که مشخص بشه بدن شما به چه میزانی از ویتامین ای نیاز داره و چطور باید تامین بشه. در اون موقع پزشک دوز مشخصی از قرص ویتامین ای تجویز میکنه که مصرف صحیح و به موقع اونها قطعاً چه در پیشگیری و چه در درمان پروستات مفید خواهد بود. دوستان عزیز، سپاسگزارم که تا انتهای این ویدیو هم همراه ما بودید. اگر تا حالا عضو کانال نشدید، برای حمایت از ما دکمه سابسکرایب رو بزنید، ویدیو رو لایک بکنید، نظرات با ارزشتون رو کامنت. همیشه سلامت باشید.